سرخط خبرها. اعدام یک مترجم نیروهای استرالیایی در افغانستان. امریکا در پاکستان سفیر جدید میگمارد تا بر اوضاع افغانستان نظارت کند. فرمانده ستاد ارتش امریکا: طالبان برای سرکوب داعش هیچ اقدامی نکردند. فرمانده ارتش ایران: بدون حکومت فراگیر، ثبات در افغانستان برقرار نمی شود. خلیلزاد: به تأمین سال در افغانستان متحد هستند. و ترکیه رهبران جهادی را از ترکیه بیرون می کند. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی از دیگر رسپیده های این چینل خوش آمدید. اعدام یک مترجم نیروهای استرالیایی در افغانستان. مقام های استرالیا اعلام کردند که یک مترجم افغان نیروهای استرالیایی که افسر ارتش افغانستان نیز بود، در روزهای اخیر در این کشور اعدام شده است. شبکه ABC استرالیا گزارش داده که نفتر ارتش پیشین افغانستان مدت را به عنوان مترجم با نیروهای استرالیایی کار کرده بود. الکس واک، وزیر مهاجرت استرالیا، چهارشنبه 28 میزان در پی اعدام این مترجم سابق نیروهای استرالیایی در افغانستان وعده سپرد که حکومت به تلاش‌های خود برای نجات همکاران افغان ادامه می‌دهد. بر بنیاد این گزارش، این مترجم که نامش گرفته نشده همراه با همسر و فرزندش منتظر ویزه بشردوستانه استرالیا بوده است. آقای واک به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست در مورد این پرونده اظهار نظر کند، اما گفت که حکومت همچنان سعی دارد افراد را به سلامت از کشور تحت کنترل طالبان خارج کند. و گفته او این یک معادله وحشتناک برای مردم افغانستان است و مردم وقت می خواهند فرار کنند بازداشت می شوند. وزیر مهاجرت استرالیا افزود: ما از هر حرمی که در جامعه بین ملی در دست داریم استفاده می کنیم. در همین حال یک وکیل استرالیایی گفته که به این خانواده در مورد روند تخلیه اضطراری دولت استرالیا اطلاع داده نشده بود و به همین خاطر شامل این روند نشده بودند. و اضافه کرد حال او اعدام شده است و خانواده اش در وضعیت ناامیدی به سر می برند و تنها آنها در این شرایط نیستند. امریکا در پاکستان سفیر جدید میگمارد تا بر اوضاع افغانستان نظارت کند. جو بایدن یک دیپلمات ارشد امریکایی را که در کابل نیز ماموریت داشته به حیث سفیر آن کشور در پاکستان معرفی میکند تا اوضاع افغانستان را نیز نظارت کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، بایدن تصمیم دارد دوید بولبوم، سفیر فیلی امریکا در تونس را به عنوان دیپلمات ارشد خود در پاکستان معرفی کند تا اوضاع افغانستان را نیز تحت مدیریت داشته باشد. کاخ سفید اعلام کرده که بایدن به زودی برنامه های این دیپلمات را برای این پست در پاکستان را اعلام می کند. او یک دیپلمات حرفه‌ای در بخش خدمات خارجی است که سابقه طولانی خدمت در منطقه را دارد و زمان در سفارت امریکا در کابل کار می کرد. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نقش دیپلماتیک پاکستان در کشور پررنگ تر شده است. مقام های پاکستانی بارها از جهان خواستند که طالبان را به رسمیت بشناسند، اما هنوز هیچ کشور در این باره اقدام نکرده است. فرمانده ارتش امریکا: طالبان برای سرکوب داعش هیچ اقدام نکردند. جانون مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی ارتش امریکا، میگوید که طالبان با آنکه مبارزه با داعش در افغانستان سخن میگویند، اما هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد آنان برای سرکوب داعش و قطع روابط با القاعده اقدام کردند. آقای مکنزی که به امارات متحده عربی سفر کرده، این سخنان را روز سه‌شنبه 19 اکتبر در مصاحبه اختصاصی با نشنال نیوز بیان کرده است. او افزوده که قدرت گرفتن طالبان در افغانستان منجر به تقویت افراطگرایی در سطح جهان شده است. او گفته که تمرکز این فرماندهی بر این است که طالبان با وعده های خود که به امریکا در مذاکرات تا دوحه دادن عمل میکنن یا خیر. با گفته او، تبدیل نشدن افغانستان به پناهگاهی برای گروه های تروریستی که در پی حمله به منافع امریکا هستند، یکی از این وعده هاست که امریکا بر آن تمرکز دارد. این فرمانده در عین حال گفته که شواهد بر عملی شدن این وعده نمیبیند. مکنزی گفت: من مدت ها پیش یاد گرفتم که هرگز با آنچه طالبان میگویند گوش نکنم، بلکه با آنچه انجام میدهند نگاه کنم، و هنوز هیچ شواهدی مبنی بر اینکه آیا آنها اقدام برای قطع روابط خود با القاعده یا سرکوب داعش خراسان به اندازه کافی انجام داده باشند نمیبینم.
او همچنین در پاسخ به دغدغه‌های متحدان آمریکا مبنی بر اینکه آیا این کشور قصد دارد همچون افغانستان خاورمیانه نیز ترک کند گفت آمریکا اینجا خواهد ماند و افزود که سفر او به ابوظبی بخش از ماموریتش برای اطمینان بخشیدن در این باره است. وی افزود خاورمیانه برای ما منطقه مهم است. ما قدرت جهانی هستیم و مسئولیت جهانی داریم. فرمانده ارتش ایران: بدون حکومت فراگیر ثبات در افغانستان برقرار نمی شود. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران می گوید در دیدار با وزیر دفاع روسیه در مورد افغانستان گفتگو کرده و دو طرف به این باورند که بدون ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان آرامش در این کشور امکان پذیر نیست. او روز چهارشنبه 28 میزان در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران یعنی ایرنا گفت ایران و روسیه مسائل متعدد در مورد افغانستان دارند که حضور و فعالیت تروریست‌ها از آن جمله است. او با گفتگوی خود با وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه درباره مسئله افغانستان اشاره کرده و گفته است بر این باوریم که بدون حکومت فراگیر در افغانستان برقراری آرامش در این کشور امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر طالبان دولت را تشکیل دادند که نه تنها قابل قبول جناح‌های سیاسی داخل افغانستان نیست، بلکه کشورها نیز تا اکنون آن را به رسمیت نشناختند. تشکیل دولت فراگیر، احترام به حقوق بشر و مبارزه با تروریسم از شرایطی است که کشورها برای شناسایی طالبان تعیین کردند. خلیلزاد: با تامین صلح در افغانستان متحد هستم. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان درست پس از استعفایش اعلام کرد که همچنان به امکان تامین صلح و رفاه در افغانستان متحد است. آقای خلیلزاد چهارشنبه 28 میزان در تویترش نگاشته است که شهروندان افغانستان به شمول اقتصاد و امنیت آزمون‌های بزرگی در پیش دارند. او افزوده است من به امکان صلح و رفاه در افغانستان و به سطح گسترده در منطقه متحد ماندم. این چیزی است که افغان‌ها بیشتر از 40 سال آرمان آن را داشتند. ایالات متحده در کنار آنها است. فرستاده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان تصدیق کرده که ایالات متحده در راه پیشرو با جامعه جهانی و رهبران افغانستان در تعامل است. زلمه خلیلزاد دوشنبه شب از مقامش کنارگیری کرد و به جای او توماس معاون وای به حیث نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گماشته شد. استعفای او واکنش‌های گوناگون را در پی داشته است. اغلب مردم در افغانستان به این باورند که آقای خلیلزاد افغانستان را دچار وضعیت فعلی کرد و بحران جاری نتیجه خیانت بزرگ او به آرمان صلح است. بشیر احمد قاسونی چنین نگاشته است. فوری منبع: حکومت ترکیه از آقای محمد نور خواسته است که از این کشور بیرون شود. آقای نور درست پیش از استانبول به دبی رفته است. سپاس که تا اینم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.